نام و یاد خداوند متعال و با سلام و سلوات به پیشگاه پیامبر نازنین اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان اسمت و تاهری بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی سلام ها و درود ها و احترام ما را پذیرا باشین امیدواریم که اولین روز هفته جدیده به خوبی و خوشی سپری کرده باشین بسیار خرسند هستیم که از این تلویزیون با برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم با شما خوبان همراه و همسخن هستیم در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر روحانی هستیم سلام علیکم جناب روحانی بزرگوار بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه خودتان بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین محضر بینندگان و محترم و آرزو میکنم که انشالله همیشه صحیح و سلامت باشند و هفته خوبی رو هم شروع کرده باشند انشالله که با موضوع قرآنی که شنبه شبها در خدمت شما هستیم بله یادتان هست حکمت های قرآنی نصایح پدرانه لقمان حکیم دو سه جلسه هست که با این موضوع در خدمت شما و در محضر استاد گرامی هستیم هفته گذشته به اون نصیحتی به اون پند و اندرزی رسیدیم که لقمان حکیم به فرزندش گوشزد کرده بود و اون نماز بود لغمان و فرزندش با مهربانی گفته بود جان پدر پسرکم نماز رو به پادار اهل نماز باش و صحبت های زیادی درباره نماز شد ای که چی اهمیتی داره ای نماز به پا داشتن نماز چی فرقی با خواندن نماز داره حقیقت نماز و ای که چی برکات نماز در زندگی ما مسلمان ها و نمازگزاران داره در بارش صحبت های شد این جلسه در باره علت های به توجهی به نماز صحبت میکنیم اینشالله شما بینندگان عزیز و محترم که اهل نماز هستید اهل عبادت هستید از کسانی هستید که نماز رو به پا میدارید البته خب در بین شما تجربه کردین دیدین اطرافیان ممکنه کسایی باشه در کوچه و بازار باشه که صدای اذان بلند میشه وقتی نماز از چاشت نماز پسین نماز مغرب نماز دیگر نماز صبح میبینیم که اینها اعتنا نمیکنن یا خواب هستن یا مشغول کار و کاسبی و زندگی عادیشان هستن مثل که صدای اذان هیچ نشنیده باشن و حالا که آداب مسلمانی چیزی دیگری است خب شاید خود شما تجربه کرده باشین که به چی علت چرا با یک مسلمان هستن معتقد به نماز هسته چرا یک قسم بی‌احتیاطی میکنه امشب در خدمت از فرصت استفاده میکنیم در خدمت کارشناس محترم بررسی میکنیم که واقعا چه علت هایی که باعث میشه که ما یا بعضی از مسلمان ها باعث شوه که به نماز خود به توجه باشه و به اعتناع باشه جناب استاد روحانی بزرگوار همون قسمی که من خدمت بینندگان عزیز و گرامی هم توضیح دادم واقعا چی چیزایی باعث میشه که انسان به اون نمازی که هم سفارش شده در قرآن چقدر توصیه شده در احادیث زبان پیامبر و معصومین ما چقدر بهش توصیه شدیم به توجه و به اعتناب باشیم و نماز خود سبک بشماریم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم در پیوست فرمایشاتی که خلاصه جلسات قبل بود شما ارائه کردین گفته شد که لغمان ما رو دعوت کرد به برپایی نماز اگرچه که مخاطب اولیه او فرزند اوست اما سخن را روی با صاحب دلان است نگویند از حرم الا و محرم ما هم میتونیم مخاطب های ثانویه ای باشه برای کلام دلنشین جناب لقمان اصلا فلسفه ای که قرآن آمده این مواعظ نقل کرده برای ما شما همی هست که به میگم تا دیوار بشنود رو همو جهت ما از اهمیت و جایگاه نماز در ادیان الهی توضیحاتی دادیم و بعد بل هم اقامه نماز گفته شد بعد سپردیم که در خصوص چرایی این مسئله که علتی که ما دعوت به نماز میکنیم اما نمیپذیرند یا به عنوان پدر فرزند خور، پدری مادری به نماز فرا میخوانه اما سستی و کاهلی از جانب اولاد مشاهده میشه در این مقوله قرار شد که انشالله مطالبی رو تقدیم کنیم اولین مسئله ای که میشه در این زمینه انسان از او یاد کنه اینه که شاید ما در شیوه دعوت و فراخان خو کاستی هایی داشته باشیم شاید این دعوت ما دعوت صحیحی نباشه ای که فرمود اد بیل الى سبیل ربک و والموعدت الحسنه شاید کلام ما تو با اون شالوده های حکیمانه و, اس و اساس حکیمانه نبوده بله شاید اون موعظه حسنه در کلام ما نبوده شاید شیوه جذب ما و این که اونها رو دعوت میکنیم به نماز شیوه زیبایی نبوده از همین کلامی که قرآن از زبان لقمان دعوت میکنه و اون فرزند خور دعوت به نماز میکنه ما میتونیم یک ادب رو که از شیوه های زیبای دعوت کردن به نماز هست استفاده کنیم او اینه که توعم با مهر و محبت باشه وقتی میگه یا بنی اقم سلات اگرچه که قبلا هم این تعبیر تکرار شده بود باز هم می بینیم وقتی که لغمان قرار فراخانه به نماز بده وقتی که میخواهد اولاد و خور اهل اقامه نماز کنه از اون مهر و محبت وام میگیره بهره میگیره و مه پدر هم امروز اگر بخواهم اولادم اهل نماز باشن و نماز که نماز باشن حقیقتا برینا در زندگی یک راهی و اینه که از شیوه صحیح و مدد بگیرم و استفاده کنم یکی همین ملاتفت کردنه بله این روزها توفیقی برخی از آثار علامه رو به خاطر برخی از کارها مورد بررسی قرار میدم مرحوم علامه طباطبایی الله علیه دیدم که یکی از دختران علامه طباطبایی رضوان الله علیه از قول علامه نقل کرده که او زمانی که نماز صبح میشد پدر در خانه بود و ما هم در کنار پدر بودیم خب میگه دوران کودکی ما بود پدر وقتی که می آمد ما رو برای نماز بیدار میکرد کنار بستر ما می نشست با تعبیر دختر دختر عزیز بیدار شو وقت زیارت الله رسیده وقتی رسیده که با خدای خود راز نیاز کنیم وقت زمان تکلم با خدا رسیده از این تعبیرهای لطیف زیبا استفاده میکن و بعد میگفت علاوه بر اینکه که گفتار زیبا دیش به یک شکل دست خورد در بین موهای ما قرار میداد نوعی این نوازشگونه بر ما رقم میخوند و بعد میگه ما با ای که بیدار بودیم اما این طعم شیرین کلام پدر رو دوست داشتیم این نوازش های پدرانه ی این پدر مهربان رو خیلی علاقه داشتیم میگه چون پدر این کار رو میکرد و همیشه عادت دیش روی سر ما این کار رو بیای انجام بده میگفت ما عمدن چند دقیقه مکس میکردیم تا... میکردیم که تا بیشتر از این نوازش ها شدیم بله. خب کنین چقدر شیوه زیبا است. این خیلی تفاوت میکنه با جوانی که ای بسا سامیای پیش ما و شما گلایه از پدر میکنه که پدر بله. وقتی مر مایه بره نماز صبح بیدار کنه متاسفانه با لگت مره بیدار میکنه به جای اینکه مهر و محبت خرج میکنه توهین و اهانت خرج میایه میکنه یا حتی گاه مادر با که کانون احساس و عاطفه است بله. متاسفانه به جای اینکه از شیوه درست جذب فرزند استفاده کنه گاه یک شیوه هایی رو نادانسته ما به کار میگیریم که تنها، نه تنها جاذبه تولید نمیکنه که متاسفانه گریز و دافعه رو هم رقم میزنه مادر نفرین میکنه که الهی چکار که مثلا برای نماز دیر بیدار میشی ای هیچ گاه نمیتونه شیوه تربیتی باشه تربیت توعم است با مهر و محبت, محبت, که لطف ده. کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش حل بنده حلقه به گوش هر ننوازی برود راه جذب دیگران به دین و به آموزه های دینی یکی از بهترین موارد و محبت کردن اخلاق خوشه و در کنار این یکی از شی... بهترین شیوه های دعوت دعوت عملی است گاه دعوت میکنیم اما با زبان با. اما زبان عمل خیلی تأثیری و بیشتر و بالاتر است از اینکه انسان فقط گوینده باشه فقط بگوید فقط از اونها بخواهد اگر وقت نماز میشه میبونوان به عنوان پدر مسجد نزدیک هست قصد رفتن به مسجد دارم ای رو ببین اولادمه که می پدر بره خوندن نماز به مسجد میرم اول وقت به جماعت ای خودی بهترین نوع تبلیغ هست درست و فرزندان ما بیشتر از اینکه که به گفته های ما باشند به کرده های ما نگاه می‌کنند. دقیقا همه قسم هست حالا بله. این هم میتونه یک شیوه زیبا باشه اگر بلد. از این شیوه ها استفاده نکنه متاسفانه به جای این که تشویق بشن دل بشن. فراری میتیم از بلد. نماز و دیگه کارهای خوب بسیار سیباز گذار هستیم دعوت میکنم شما بینندگان عزیز و گرامی را به دیدن میان برنامه بسیار کوتاه. ah 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 هستیم که با مهربانی و حوصله با ما همراه هستید امیدواریم که تا پایان برنامه با وقت بیداری رو ببینین مخصوصا سلام عرض میکنم خدمت او دسته عزیزایی که تازه به جمع ما پیوستن بله شما بر بیننده برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم هستید با موضوع حکمت های قرآنی پندهای پدر نصایح پدرانه لقمان حکیم که یکی از اون نصیحت ها توصیه فرزندش به نماز هست و ما امروز این بحث دنبال میکنیم که چیزی باعث میشه که بعضی ها به نماز او قسمی که باید توجه نکنه و اعتنا نکنه شما به طرز و روش علامه تبا تبایی رحمت الله علیه که چه قسمی بچه های خود در نماد صبح بیدار میکرد که یکی از دقدقه و مشکلات پدر مادرها در خانواده همیست خواب شیرین هم مخصوصا فعلا جناب دکتر روحانی بزرگوار که دیر میخوابند مردم تلویزیون هست، اینترنت هست، برق هست تا پاسی از شب بدار سرگرم میشه وقتی که میخوابند از او طرف بلند شدن برای نماز برای بزرگترا سختی میکنه چی برسه برای پسرها و بلنی. علامه با چی رویشی و با نوازشی پدر فرزندای خدا بیدار میکرده ان که ما هم بتونیم کی به مرحله میرسیم که ما خودمون درک کنیم حقیقت نماز دیگه بله و ما تا خودمان از صمیم دل نماز خوان نشویم و ها نماز ما با حال و با نشاد اگر نباشه به چه حالت و وضعیتی شاید نتانیم برسیم بله اگه انسان جناب حیدری احساس نیاز به نماز بکنه خیلی راحت از بستر جدا میشه برای نماز بله. نه تنها نماز صبح که قبل از او بره تحجد هم بیدار میشه مهم این است که انسان بداند که همین نماز میتونه خیلی از مشکلات معنوی و خیلی از مشکلات ظاهری من مادی دنیایی ما رو برطرف کنه بله. لذا خدا گفته وستعین اینو به صبر و سلات گرفتار که شدید از نماز مدد بگیرید بله. ما چه قسمی میشه که به همچه وضعیت برسیم یعنی احساس نیاز کنیم به نماز صرف سر، و فقط ادای تکلیف نباشه بله. بلکه وقتی که نماز میخوانیم لذت ببریم از نماز خود بله خوب عوامل متعدد میتونه دست به دست هم بده و این مسئله رو به انسان عینی کنه یکی از اون اینه که انسان بیای آثار و فوایدی که نماز خوندن داره رو در ذهن بگذرانه و عبور بده یکی از مهمترین آثار نماز اینه که نماز میتونه کبر و غرور رو از وجود انسان دور کنه یکی از آفاتی که میتونه حقیقتا انسان رو زمین بزنه انسانی که قدرت پریدن و پرواز به ملکوت داره که تیران مرق دیدی تو زپای بند شهوت بدن آی تا ببینی تیران آدمیت یکی از اون چیزهایی که متاسفانه پر پرواز مه انسان رو قیچی میکنه و میبنده که برو قروره خودخواهیه خود خودمهوریه ای انسان بخواد همه چیز بر محور او و چرخه و بگرده ای خیلی دشمن بزرگی است و اقتدا کردن به شیطان است امام المتکبرین و تعبیر امیر المؤمنین در خطبه قاسعه نهج البلاغه حالا نا حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علی یک تعبیر بسیار زیبایی دارند در همون خطبه ای که در جمع مهاجر و انصار خوندند که شهرت یافته به خطبه فدکیه بله. فرمودن خدای متعال نماز رو بر مردم واجب کرده و سلات تنزیهن عن الکبر نماز میتونه بله. اون برج تکبر رو فرو بریزه اون مرکب قرور رو پی کنه و از بین ببره اگر حقیقتا انسان به نماز توجه دیشته باشه یکی از آثار و فوائد و برکات نماز همینه که قرور شکنی میکنه نماز انسان رو به اون نشان میده که حقیقت توی انسان چیست و او هم که تو در مقابل ایستادی ذات او کیست حقیقت او چیست وقتی که خدا بفهمی خود رو هم ببینی حال روز همون میشه که یکی قطره باران زهبری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید که جایی که دریاست من کیستم گروه هست پس من چیستم یک قطره باران از دل ابری چکید وقتی که قانون بود از پروین اتصامی باشه اگه نکنم نظر سعدی باشه سعدی درست وقتی که قرار شد این قطره در دامن دریا و اقیانوس جای بگیره نگاه به خود کرد گفت ماهیت ما هم آب دریا هم موج میزنه از آب اگر ما آبم دریا چیست اگر دریا آب ما کیستم بعد به این نکته رسید که هر چه هست دریای در میچو. انسان وقتی که در قالب نماز با خدای خود خو راز و نیاز میکنه میداند که چقدر ضعف در وجودی او هست و اگر این ضعف ها بخواهد در وجود انسان به یک شکلی پوشش پیدا کنه رفع بشه تنها راهی و ارتباط و راز و نیاز با خالق بی همتاست یه ای اثری است که در نماز دیده میشه کبر رو از انسان دور میکنه نماز که انسان میخونه به تعبیر مولوی گفت سجود عارفان جان نماز است این نماز که ما میخونیم سجده که میکنیم در سجده بلندترین قسمت وجود خود که پیشانیه بر روی پسترین چیز که خاک هست انسان قرار میده قرار بله نه گاه به چاک در منزل شیطنت میکردن پدر میگفت بلند چون بینی رو به خاک بکشنه این همین کار ره. یا حتی بعضی از معلمات مکاتب و مدرسه ها بلار سر بعضی از متعلمات و دانش دانشان بزار بیاردن این بخواهده اینه که غرور رو از انسان دور کنه و نماز همی کار رو میتونه بکنه وقتی من از غرور دور بشم میتونم پریدن رو تجربه کنم من وقتی که از غرور دور بشم محبوب خدا بشم چرا؟ چون خدای متعال ان الله لا يحب المستكبرين خدا آدم متکبر رو دوست, دوس نداره و با نماز از که میتونم محبوب خدا باشم حالا کی انسان میفهمه که باید اهل نماز بشه وقتی که آثار و فواید نماز رو از ذهن بگذرانه اگر اینها رو آدمی توجه کنه یک اثری اینه که دیگه وقتی که به نماز می ایسته این نماز خوندن خیلی بری و سخت نیست این گونه نمیشه که قرآن فرمود و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین این دوره که ای نماز خوندن سخته مگر او کسانی که اهل خشوع و تسلیم و سرسپردگی در مقابل خدا, باشن. خدا باشند خب این اثر در نماز هست و نه به عنوان نمازگذار به عنوان بر نماز وقتی که به این اثر توجه داشته باشم و بدانم نیازم ترک غروره احتیاجم ترک تکبر است پناهنده نماز میشم از نماز انسان مدد میگیره و وقتی که انسان شیوه بزرگان و ناماوران میدان علم و معرفت رو میره نگاه میکنه شیخ الرئیس ابو علی سینای بلخیم خب وقتی که در شرح حال او نگاه میکنیم او که هیچ علم و فنی نبود مگر این که او تخصص رو حاصل کرده بود بره خود خون از الهیات و فلسفه بگیرین که فلسفه معشان بله. و بعد هم در توابت و در, ماملجه. در منطق و در بله. قانون و بله. کتاب داره اثر داره کتاب هایی که در دانشگاه ها محل رجوع و ارجاع هست بله. این میگه هر زمانی که ما گرفتار میشدم یک مشکل علمی بریم پیش میامد با فکر و اندیشه قدرت گره گشایی این گره کور رو ندیشتم مگه وضو میساختم میرفتم پناهنده دامن سجاده میشدم نماز میخوندم بعد به برکت این نماز بود که خدای متعال این گره علمی رو میتونید از ما باز کنه حالا ناکنین یعنی انسان بومبست رو بتونه فرو بریزه درب های قفل شده رو آدم بتونه باز کنه با چی؟ با کلید نماز همون که در روایت فرمود از سلات و مفتاخ نماز اصلا کلیده کلید کاری و باز کردنه کاری و راه است کاری اینه که انسان رو به جلو حرکت بده و هدایت کنه ما زمانی احتیاج در نماز برم ایجاد میشه علاقمند میشون به پیگیری و ادامه دادن و برپایی نماز که این آسان مبارک رو مد نظر بگیرم نقل میکنن یکی از بزرگان و علما شیخ جعفر کاشف القطا قبل از اذان صبح مصبر حرم امیر المؤمنین زیارت تحجد و بعد هم نماز صبح آمد پسر خور بیدار کرد پسر تعلل مکرد هوای سرد زمستانم بود به هر حال پسر رو هم بیدار کرد با خود به حرم بردن خدا انشالله زیارت امیر المومنین علیه السلام رو نصیب روزی ما بگرداند در مسیر رفتن و تشرف به حرم یک شخصی که قصدی و گدایی و تکدیگری بود رو به فرزند خونشون داد گفت ببین پسرم اینجا زودتر از موت تو آمده در هوای سرد نشسته تا مردم رد میشم او رو ببینن یک چیزی به او بدن یا ندن اما از موت زودتر آمده چرا چون احساس نیاز کرده احساس نیاز کرده میریم محضر امیر قطعا هم خدا به ما نگاه میکنه هم امیر المؤمنین صاحب ولایت کبرا به ما نظر میکنه و یقینا هم به ما چیزی میدن چرا او بر دنیای خو که تازه معلومم نیست به او برسه اینقدر کار میکنه زحمت میکشه اما او بره آخرت ما که یقینی است به دست میاریم زحمت نمیکشیم ای همین انسان اگر احساس نیاز کنه این احساس نیاز کردن میتونه موتور متحرکی باشد در وجود آدمی گفت بیستون کندن فرهاد نکاریست چگفت شور شیرین به سر هر کفتت کوه, کوه کنست کوه کندن کار سختیه بله. اما اگر شور شیرین به سر انسان بیفته کوه رو خیلی راحت میتونه خالی کنه دلیار و بسا مشکلات بسیار بزرگ است از پیش پای خودش بله. برداره و نه تنها وقت یعنی این نکته ای که شما فرمودید تصوری که از نماز در ذهن مؤمن نقش میبنده دیگه این نه تنها تکلیف هست که بلکه مثل بزرگای ما مثل امام صادق وقتی که لحظه ازان میشده اینا با پیشواز میرفتن اصلا یا امام سجاد وقتی که میرفتن می گرفتن از امو وضویشون معلوم بوده که اینا یک کار بسیار بله. بزرگی دارن انجام میدادن با آداب انجام میدادن تا ای که وارد مقدمات نماز و خود نماز میشدن بله خب این نماز انسان دیگرگون میکنه ان از خدا میخوایم که با ما هم کمک کنه ما هم مقدار یک قدمی به هم سمت سو نزدیک شوید دعوت میکنم شما بینندگان عزیز و گرامی را به دیدن میان برنامه کوتاه مثبت 964 780 255 13 شماره پیامگیر ما در تلگرام و واتساب هست که این شماره در روی صفحه نمایشگرهای شما هم حق شده شما میتونید از همین طریق با ما درباره این برنامه و دیگه برنامه های تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی در هر نوع پیشنهاد و انتقادی دارید در میان بگذارید و همینطور میتونید صدا و ویدیوهای هایتان از همین طریق برای ما بفرستین دعوت میکنم به دیدن ادامه برنامه بله درباره در واقع فلسفه یعنی موضوع بحث ما که هست علت به توجهی و به اتنایی به نماز یکی از علت هایی که شما قبل از دیدن میان برنامه درش باش بحث کردیم که ما و فلسفه به نماز اگر به توجه شدیم احساس نیاز نمی‌کنیم به این نماز و در نتیجه بهش اعتنام نمی‌کنیم. کنیم بله ارز کردم که یکی از عوامل سستی و بی توجهی به نماز اینه که انسان قافل از فلسفه نماز باشه برد. نماز قطعا یک فلسفه هایی داره از جمله ای که انسان رو میتونه از کبر دور کنه نماز یکی از کارکردهای و قفلت زدائیه در وجود ما انسان هاست بله. انسانی که وقتی میخواد زندگی کنه باید بدور از غفلت باشه در سوره مبارکه اعراف میگه ادهی چیشم دانن نمیبینن گوش دارن هیچی نمیشنوند دل و جانم دارن اما لا یفقهون به ها هیچی نمیفهمن توجه چی نمیشن با اینکه ابزار فهم و درک و شنیدن و دیدن در اختیار نا هست نه گوش اینا بده حرف حقه اینا هیچ گوه نمیشنوند گفت بس که کس در دهر حرف حق نتواند شنید گیرد اول در از آن گفتن مؤذن گوش را از آن که میگیم اشهدو الله اله الا الله بالاترین حقیقت هستی است اما شاعر میگه نه که این معزنم چون نمیتونی حرف حق بشنوه گوشاک اول میگیره خب این قفلت هست که متاسفانه عاملی میشه که انسان حرف حق کنش نمه. تن به حرف حق نده دل داده ی حرف حق نشه میگه اولای که هم القافلون اینا که ابزار دانن نمی فهمن دیو قفلت وجود اینا رو آمده ای رقم آفت زده گریفتان قفلت شدن حالا اگر انسان اهل نماز باشه یکی از کارکردهای مهم قفل نماز اینه که نماز قفل جنبه قفلت زدائی داره ما در قرآن چهار رقم حد اقل نماز داریم یکی از اقسام نماز ها همونه که خدا به حضرت موسا گفت اقم سلاته لذکری نماز بخوان نماز تو باید ذکری باشد ذکر مقابل با قفلت دیگه نقطه برد. مقابل قفلت ذکر ذکر انسانی که قافل است یعنی ذاکر نیست وقتی ذاکر شد یعنی از قفلت فاصله گرفته ذاکر یعنی همون کسی که آمده یه حرفو گوش کرده که بکن سرمه یه قفلت از چشم پاک که فردا شوی سرمه در چشم خاک ای شد یک آدم زاکر خب خدا به حضرت موسی میگه موسی اگر اهل اقامه نماز باشی نماز رو بر پا بداری تو میشی زاکر به گرفتار قفلت نمیشی این رقم نیست که سوار یک مرکبی به نام قفلت بشی و بعد او انان تو رو به دست بگیره که هر جا خواسته باشد ببرد این گونه نخواهد بود بله. این میشه نماز ذکری اگر متوجه توجه به فلسفه نماز داشته باشم که نماز میتونه من رو از غفلت دور کنه نماز غفلت زداست کما این که برخ از کارها ماهیت نا تولید غفلت میکنه قفلت زاز نماز اثری دارد که غفلت رو از دل جان آدم میکنه، دور میکنه پاک میکنه که نه نماز یک سنباده و سوهانی است که زنگار غفلت رو از صفحه دل و جان و آدمی میزداید و می شوید و میشوید و میبرد بله. خب ما توجه به این عامل داشته باشم که نماز دفلت زداست به نماز توجه میکنم قسم دوم در نماز در قرآن نمازی است که ما برای نماز شکری میگم عنوان میدم یعنی چی یعنی به خاطر تشکر کردن از خدا انسان بیای نماز بخونه خب یک اصل اقلایی است که اگر کسی به ما خدمت کرد ما هم باید از او تقدیر با. کنیم تشکر کنیم قرآن میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان اگر خیری به شما کردن عمل نیکی به شما کردن متقابلا تو هم زبان به تقدیر و ستایش باز کن تشکر کن نه که در مقابل نعمت شما کفران نعمت بکنیم خوب حال خدای متعال چقدر به ما نعمت داده چشم داده تا ببینیم پا داده تا راه بریم یک مسابقات مسابقات قرآنی بود در باید. افغانستان ما رو دعوت کرده بودن رفتیم و برگشتیم او دا... یک از داورها متاسفانه به خاطر برخی از بیماری هایی که داشت چشمایی کم میدید نا... کمبین ها بودن. بله کمبین شده بود به یک محله که رسیدیم گفت ما سابقا همینجا بودم بعد به من گفت جناب روحانی ای کاش میشد من تمام ثروت خورمه دادم به 20 سال قبل برمیگشتم چشمام باز میشد میتونستم این محله خود رو ببینم او زمان من قدر بینایی رو فهمیدم میداند انسان که این نعمت بسیار بزرگ و عظیم است خب این نعمت رو که خدا آمده برای ما داده در کنار هزاران هزار نعمت دیگری که در زندگی هست و انقدر روزمرگی برای من نسبت به این نعمت ها هست که بله. کسا نمی فهم اینا نعمته نه؟ بله <تصفح> و نماز یکی از راه های سپاسگذاری از خداوند بله. برای این هم بله. است که ما نه. اصلا و این تعد نعمت الله را تحصوها بله. امکان بله. اصلا نیست قرآن میگه فلیع بودو رب بیت بین صاحب این خانه رو عبادت کنید خب کدوم صاحب خانه الذی اطعمهم من جوع و آمن. شما رو سیر میکنه و امنهم من خوف هم شکم شما رو سیر میکنه هم امنیت رو بر شما ارمغان میاره لازم نیست بگی خدایا من لکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی لازم نیست بگی الحمدلله رب العالمین این تشکر کردن ما میتونه در قالب همین نماز باشه نگیم خب ما از خدا تشکر میکنیم میریم یک کار دیگه انجام بدیم نماز نمیخونم نه اگر قرار شد ما از خدا تشکر کنیم شیوه تشکر کردن رو هم خود و خدا معرفی کرده گفت عبادتی من حیث ارید لا من حیث تورید بنده من تو که قرار شد بیای از ما تشکر کنی ما خودم دارم شیوه تشکر کردن از خود رو به تو تعلیم بله. میدم. تشکر در قالب نماز این قسم سو... دوم قسم سوم نماز نماز قربی است یعنی چی یعنی نمازی که میتونه پلکان صعود آدم باشه بله. نمازی که میتونه نردبان تکامل انسان باشه نمازی که میتونه خیلی از دست نایافتنی حال بره انسان دست یافتنی کنه چون آیه اگر بخونم سجده واجب داره فقط آدرس میدم آخرین آیه از سوره مبارکه ی علق اونجا میگه همین سجده همین نماز راه قرب به شما به خداست این قسم سوم و قسم چهارم هم نمازی است که جنبه بازدارندگی داره نمازی که ما میخونیم این نماز است که ما رو از خیلی بدی ها باز میداره بلد. نماز هست که میتونه یک صد دو سنگ بزرگی باشد و مقابل ابلیس ها و شیطان و شیطان صفتان ما رو بیمه کنه آسیب پذیر نباشیم در مقابل اونها فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر خب الان نکنین اگر من نمازی که میخونم بفهمم که همین نماز ما رو به خدا میرسونه همین نماز عامل در آمدن از قفلت به یاد آمدن با خداست بلد. همین نماز میتونه بره یک حفاظتی ایجاد کنه در مقابل وسوسه های شیطان و همین نماز میتونه عاملی باشد بره رسیدن به خدا خب فهم این فلسفه نماز میتونه انسان رو تشویق کنه بر اینکه انسان نسمت به برپایی نماز سستی رو کنار بگذار. به توجه به نکنه البته شما فرمودید که چهار قسم نماز بر اساس آیات قرآن ولی خب میتونه انسان نماز بخونه که هر چهار مستاق هر چهار بله. از این نماز باشه مانعت و نیست هم بله هم ذکر خدا باشه هم شکرگزاری باشه و هم اینکه دو قسم باشه. بله باعث قرب باشه. نزدیکی انسان به خداوند باشه. باشه. و هم باعث رشد باشه حدود دو دقیقه فرصت هست در این زمینه اگر باز نکته مانده که مشنیم از زبان شما بله. که بحث به پایان برسیم ما عوامل سستی نسبت به نماز رو بله. که بحث کردیم گفتیم که شیوه تبلیغ و دعوت یکم بله یک بله. انسان توجه به فلسفه نماز ندیشته باشه بله. در همین ردیف گاه میشه انسان از این عامل هم به عنوان یک عامل مهم یاد کنه و او هم اینه که عمل کرده برخی از نمازخوان درست ای بسا من اهل نماز باشم نماز پنج وقت خور بخونم باید. سعی کنم در مسجدم بخونم اول وقتم بخونم خب؟ بله اما متاسفانه چون قبل و بعد از نمازمه با هم هیچ گونه همسنخیتی ندارند، هیچ گونه تطابقی ندارند. بعد میگن اگر نماز خوندن این نمونه نماز بخونه اتفاقا به نکته بسیار مهم اشاره کردید من این واکنش بسیار شنیدم از برام کسایی که به اعتنای به نماز هستن استدلالشون است که بابا شماهایی که نماز خوان چه کار کردین بله. شما که مثلا روز پنج وقت نماز میخوانین مثلا روزیتون میگیرین حجتون میرین زیارت کربلا و دیگه زیارت انجام بدین شما چیکار کردین که ما به همون راه قدم بگذاریم اینها در واقع دقیقا همین نکته رو میاره علم میکنه که شما رو اشاره کرده عمل کرده بعد نماز ها یا در صورت به صورت کلیش دینداران هست دقیقه آخر متاسفانه این نکته مهم رو در آخر برنامه رسیدیم و وقت هم تقریبا تمام ماند. هست اگر بسیار کوتاه بفرمایید هیچ گاه چنین فردی نباید الگوی ما محسوب بشه ما الگوهای کاملی هست بله. افرادی که هم نماز نو نماز زیبایی هست و هم سایر ابعاد بندگی اونها زیبا هست اونها رو انسان بیای به عنوان الگو قرار بده در واقع مشکل از نماز نیست مشکل از, بله. از کسی است که نماز درست نفهمیده یا مثلا درست رعایت نمیکنه امیرالمومنین به یک شخصی فرمودن که اعرف الحق تعرف اهله دین خوب افراد گره نزن تو اگر خواسته باشی دین خور به افراد گره بزنی بالده. و دین خور از او بیایی با عمل کرده و بگیری این متاسفانه گرفتار مشکل میشی برو حق و بفهم بعد اهل حق میفهمی باطل رو بفهم بعد اهل باطل رو هم میفهمی خدا و انشالله که این معرفت رو معرضانی کنه و ما بتانیم که نماز با آدابش او قسمی که حقش هست به پا بداریم انشالله از شما بینندگان عزیز گرامی بسیار سپاس گذاری میکنم که تا پایان برنامه با ما همراه بودین همراه با کارشناس محترم جناب حجت اسلام المسلمین دکتر روحانی شبیه خوب و خوشی آرزو میکنم انشالله که عبادتهایتان مخصوصا نمازهایتان به درگاه خداوند مقبول باشه